سلام و درود به همه هموطنان، همه ایرانیان، همه دلاوران، همه قهرمانان، همه دخترهای شهر تبریز و همه پسرهای شجاع ایزه. دو تا اتفاق مهم افتاده. مردم قهرمان تبریز، یکی از دلاورانشون، یکی از دخترهای زیبا و دلاور و شجاع و قهرمان رو به نام آیلار حقی تشییع کردن تبریز و نیز تشییع شد کیان پیرفلک، اون پسری که با رنگین کمان بازی میکرد، اون پسری که یک قایقی ساخت که اون قایق، من کلیپی دیدم که این قایق همچنان روی ابرها داره میره، از روی زمین رفته و به آسمان رسیده. روزهای سختی رو میگذرانیم. این روزها از یک جهت سخت هستند، اما برای اینکه به ساحل پیروزی برسیم، به ساحل آسایش برسیم، به ساحل آزادی برسیم که دیگران برای ما تصمیم نگیرن و در واقع ایران و منافعش و منابعش و همه چیزش برای خود ایرانیان باشه، ما احتیاج داریم واقعا شاید از یک دریا و یک اقیانوس بسیار طوفانی رد بشیم و این تازه ابتدای راهه. اما چرا مردم ایران رو سرکوب میکنن؟ چرا پاسخ نمیدن به اعتراضات؟ چرا در نظام هیچ عکس العملی شما نمیبینید؟ چرا اینقدر حرفهای پرت و پلا میزنن؟ ما بارها میگفتیم که آخه اینها چگونه کشور رو داره؟ ما کشور دست چه کسیه؟ بعضی ها میگوین اینها در واقع نظامی که با استخاره کار بکنه، نظامی که استخاره میکنن که این کار انجام بدیم یا نه، نظامی که میرحسین موسوی میگفت دست جنگیرها و رمالها و فالبینهاست و اینها از جنگیرها و فالبینها مشورت میگیرن و بعضی از کارها رو انجام میدن. و من اعتقاد دارم نظامی که پشتش سفارت روسیه باشه و سیاستهای شرق‌گرایانه در واقع علی خامنه ای و سپاهی ها باشه، قطعا کارش به اینجا میکشه و همینطور که الان ما داریم میبینیم. خبری هست که نیروهای انتظامی رو هر کارشون میکنن با مردم درگیر نمیشن. خبرهایی هست مبنی بر اینکه ارتشی ها رو توی اتوبوس گذاشتن بردن به منطقه، هر کاری کردن از ماشین پیاده نشدن. خبری هست که نیروهای انتظامی با بسیجی ها درگیر میشن که چرا مردم رو زدی، چرا شلیک کردی. فیلم های زیادی هم میاد و از همه بدتر یک بیشرفی مانند سعید جلیلی در شورای امنیت به نیروهای نظامی و امنیتی پریده که چرا سرکوب نکردی، چرا اوضاع رو کنترل نکردید. و این خبرش خیلی انعکاس پیدا کرده که فرماندهای سپاه و نیروهای انتظامی گفتن که ما بیشتر از این نمیتونیم کاری انجام بدیم. نیروها حرف گوش نمیکنن، تمرد میکنن و مثل سابق نیست اوضاع. کرده من خبرهای زیادی رو میبینم. یک توییت دیدم، یکی از بچه های زمان جنگ نوشته بود که توی صحنه ما یک تیربارچی عراقی رو با سیمینوف زدیم و زخمی شد، ولی دلمون نگذاشت بگذاریم بمیره. گفت چند نفری این رو 500-600 متر روی کولمون بردیم و تبدیل امداد دادیمش تا جونش رو نجات بدن. شما بعد میگه که شما چطور دختر پسرهای مردم با گلوله جنگی میکشید؟ ما سرباز عراقی رو دلمون نیامد بکشیم، تیربارچی بود دلمون نیامد بکشیم، اما شما به این راحتی مردم رو میکشید. اما چه سر اینا هستم و من اعتقاد دارم و امروز میخوام سفارت روسیه رو نقد کنم و میخوام به جریانات روس که پشت جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی رو هدایت میکنن و تیتری که من گذاشتم که سفارت روسیه نبش نوفل لوژاتو و در واقع مرکز اصلی سرکوب انقلاب ایران، اعتقاد دارم که اینها سیاستاشون رو از روسیه میگیرن. روسها به شدت مستبد و خشن هستن و البته استاد اینها این آقایون هستن و در این حال وقتی که استبداد روسیه پالیسی خشن روسها رو با ضدیت این آقایون با مدرنیسم رو با هم دیگه مخلوط بکنید، این میشه که شما میبینید که کشوری با این همه ثروت، با این همه آدم تحصیل کرده، دختر و پسر جوان و زیبا رو فعال و امیدوار میبینید که ما مجبور میشیم معادلات با تظاهرات خیابانی معادلات رو تغییر بدیم. اتفاقات مهمی در طی چند سال گذشته افتاده و من اعتقاد دارم که اساسا نقش روس‌ها، اتحاد جماهیر شوروی و روسیه در معادلات ایران بسیار جدی بوده و بسیار جدی هست و الان هم در واقع اگر این آقایون کوتاه نمیان، اگر تو خیابون میزنن مردم رو میزنن، من تردید ندارم که سفارت روسیه و همچنین پالیسی که روس‌ها دارن، نگاهی که روس‌ها به جریان دارن، این آقایون رو، سپاه رو، دفتر علی خامنه‌ای رو، مجموعه سیستم اطلاعاتی و نظامی رو
هدایت میکنه، کمکشون میکنه و بهشون مشاوره میده که کوتاه نه. علتش چیه؟ علتش اینه که اگر معادلات ایران تغییر پیدا کنه، بزرگترین بازنده، باور کنید این حرف رو، بعد از دفتر، یعنی قبل از دفتر علی خامنه ای، اون سفارت روسیه است که بازنده است، کرملینه که باخته، معادلات استراتژیک روسیه کاملا به هم می‌ریزه. برای همین روس‌ها کوتاه نخواهند اومد از حمایت جمهوری اسلامی. روس‌ها تا اونجایی که امکان داره از اینها حمایت میکنن، بهشون کمک میکنن و بهشون خط میدن که شما با سرکوب میتوانید قضایا رو حل کنید یا معادلات رو تغییر بدید. ببینید از زمان انقلاب مشروطه، من یواشاش وارد بحث میشم، از زمان انقلاب مشروطه و در واقع مشروطه و در واقع جنبشی که آزادی خواهان داشتن، مردم میرفتن خارج و میدیدن یه تغییراتی در فرانسه، در اروپا شده، انقلاب فرانسه، تغییرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انقلاب صنعتی، همه اینها رو میدیدن که دنیا چقدر تغییر پیدا کرده و ایران چقدر سر جای خودش مونده. حتی تغییراتی که در واقع روسیه شده منجر به تحولات زیادی شد که انقلاب مشروطه یکی از اونهاست. بعد در کنار شما میدید که مقاومت روس‌ها هم برای تغییر در مقابل تغییرات مثبت در ایران شاهد هستیم. بعد شما یک نقش خیلی مهم تاریخی در ایران ایجاد می، نقش مهمی روس‌ها بازی می‌کنن از طریق حزب توده و توده ها عملاً روس‌ها رو نمایندگی می‌کنن، اتحاد شوروی رو نمایندگی و نقش قابل توجهی داشتن. و اینکه شما می‌بینید روس‌ها در کجا حضور دارن، خیلی ها معتقدن اون سقوط هواپیمای آمریکایی در تبس این نمی‌توانست، به قول اون اباطیلی که آیت الله خمینی میگه کار خدا و نمی‌دونم پرنده‌های که سنگ میارن نبود، این طوفان شن هم نبود، محال ارتش آمریکا چنین معادلات محاسبات هواشناسی رو انجام نداده باشن، بعد هلیکوپترهاشون رو در جایی ببرن. به نظر میرسه که خبرهایی که ما داریم منطقا باید یه جورهای روس‌ها در به هم زدن این معادلات نقش باید داشته باشن. روس‌ها در تضعیف ارتش ایران نقش داشتن که ما هم به جزئیات به اون میپردازم. آقای علی مطهری گفته که جریان گروگانگیری یه جورهای خطش رو روس‌ها دادن، در واقع اینی که جامعه ایران همش دچار غلیان باشه، در حال جوشش باشه، اینها همه یه جورهای روسیه پوششه. وقتی که به افشاگری های ظریف نگاه میکنید، برمیگردید عقب، پرونده اون سرلشکر مقربی رو میبینید که من براتون توضیح میدم، و پرونده سعادتی رو که نگاه میکنید میبینید که همه جا نقش روس ها وجوده. و در واقع روس ها فقط گلستان و ترکمنچای نیست، در واقع اشغال شمال ایران نیست، قضیه روس ها در ایران بسیار جدی تره و باید ما با دقت ببینیم. باز هم میگم مسئله حتی دریای خزر نیست، حوزه نفتی چالوس نیست، این روابطی که اینها با سیستم جمهوری اسلامی طراحی کردن، سازماندهی کردن و داره کار میکنه بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از این حرف هاست. در واقع میشود گفت که اگر خاطرتون باشه همون شبی که روسیه به اوکراین حمله کرد، من یک ویدئویی داشتم، در اون ویدیو گفتم که همون بلایی که روس‌ها بر سر اوکراین آوردن بر سر ایران هم آوردن، البته بلایی که بر سر ایران آوردن بسیار بدتره. روس‌ها خط سرکوب به آقایون میدن، اما این آقایون به غیر از اینکه نیروهای سرکوبگرشون رو وارد میکنن، لات‌ها رو هم وارد میکنن و افغان‌ها رو هم وارد میکنن، جوانان بیکار افغانستان همتنی هشت و شبی و از جاهای دیگری هست. روس‌ها فقط خط سرکوب میدن، این آقایون در واقع ابتکارهای سرکوبگرانش رو هم به خطی که از روسیه میگیرن بهش اضافه میکنن. ببینید سیستمی که خط روس‌ها رو در ایران میخونه و اجرا میکنه، به نظر میرسه بر اساس تحلیلی که ما داریم اطلاعات سپاه بعد از سال 88 که در واقع اصلاح طلب‌ها و دولت خاتمی تونستن اینها یه ضربه به وزارت اطلاعات بزنن و وزارت اطلاعات رو حداقل برای مدت محدودی مهار کنن و به کنترل در بیارن، سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد که این سازمان اطلاعات سپاه در واقع یه وزارت اطلاعات موازیه، منتها مهارش و افزارش و دهنش کامل دست علی خامنه ای و آدم‌های پشت پرده بود که دولت دیگه هیچ ارتباط و در واقع کنترلی بر اونها نداشت. سازمان اطلاعات سپاه همون مجموعه‌ای هست که با ارتش روسیه، با امنیتی‌های روسیه، با الیت روسیه سر و کار داره و اینها با شبکه‌های خبری که دارن مثل وطن امروز و کیهان و جوان و شبکه افق و نمیدونم صدا و سیما، اینها هم تبلیغات سیستم روس‌ها رو می‌کنن، هم خط می‌گیرن، هم آرزوهای روس‌ها رو اینجا بیان می‌کنن، که وقتی شما اینا رو کنار همدیگه می‌ذارید متوجه می‌شید که اینها روابطی که این آقایون نظامی سپاهی اطلاعاتی‌ها با روس‌ها دارن خیلی عادی نیست و بعید به نظر می‌رسه اگر اونطوری که ظریف می‌گفت که در واقع
روس جمهوری اسلامی دفتر علی خامنه‌ای و سپاه برجام و روابط خارجی ایران رو فدای رابطه با روس‌ها کردن و در واقع روس‌ها بهشون گفتن برید برجام رو به هم بزنید. روس‌ها خواستن که روابط ایران با پنج بلاوه به هم بریزه. اگر چنین اتفاقی افتاده ما باید یه ذره دقیق‌تر باشیم که جای پای روس‌ها در معادلات این چند ساله کجاست و جای پای روس‌ها در معادلات امروز کجاست. بعد از اون مناظره‌ای که من با سفروف داشتم و روسیه بدترین سابقه و بدترین ریکورد رو در سیاست خارجی ایران داره. ببینید 20 سال طول کشید تا رالتور بوشهر رو یعنی قدیم گرانترین رآکتور مدل قدیم تاریخ بشر رو به ایرانی ها فروختن. بعد از 20 سال موشک های S-300 رو به خاطر اینکه با آمریکایی ها هماهنگ کرده بودن، با جهان غرب هماهنگ کرده بودن، در 15 سال طول کشید و تحویل ایران نمیدادن. وقتی که اسرائیلی ها به سربازهای ایرانی در سوریه حمله میکنن، این موشک های لعنتی S-300 و 400 هاشون در مورد حوزه گازی چالوس، روس ها حوزه گازی چالوس رو با سپاه هماهنگ کردن خریدن. حوزه گازی چالوس بزرگترین حوزه دریای خزر هست، 50% سهم روسیه شده، 25% سهم چینی ها شده و 25% بقیهش قرار بر اساس اطلاعاتی که پرایس داده قرار این سهم به حساب های سپاه. چرا به حساب سپاه؟ شانهای واریز بشه. خواهی مرسی برمیگردم به شما مجددا. دارم یه سوال دیگه آقای سفروفی، من میخوام حال بدم به جناب راست ایران. موقعی که آقای قاسم سلیمانی رو میزدن چطور روس ها مطلع نبودن؟ دولت کردستان خبر داشت نیمی فرودگاه بغداد رو تعطیل کردن، تمام فرودگاه تکیر انداز داشتن، چطور روس ها نفهمیدن؟ آیا روس ها آقای قاسم سلیمانی رو معامله کردن یا با جناهای در ایران تصمیم گرفته شد قاسم سلیمانی؟ من بعدا فیلم هایی از سفروف دیدم، بعد کامنت هایی از طرف روس ها یا این به عبارتی روزنامه های طرفدار سپاه می دیدم که اینها نشون میده که حضور روس ها و جریان روس در ایران بسیار جدیه. ببینید اینا در رسانه هاشون، مثلا من چند تا موردشون که میگم چون بعد متوجه میشید که این تصادف نیست، اینها در رسانه هاشون معمولا از پوتین خیلی تعریف میکنن، از ارتش روسیه و سلاحاش اینها خیلی تعریف میکنن و یه جوری قلوب هم میکنن پوتین رو، در حال ورزش، در حال شنا، نمیدونم در حال کاراته و نمیدونم بدنسازی نشون میدن و این نشون میده واقعا اینها نگاه خاصی به پوتین دارن. یا اینکه این آقای سفروف میاد فیلمی میگذاره که من فیلمش رو میذارم ببینید. خداوند برای شما یک رهبری را، یک شخصی فوق العاده بی نظیری را برای شما پیشنهاد کرده که اونم رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. اصلا وقتی که من سخنهای ایشان رو میشنوم احساس میکنم که مثل یه پدر صحبت میکنه، از اون یک نور الهی داره خارج میشه، هر کلمه ایشون به قلب میرسه و مثل یک پیری خیردمند را راهنمایی میکنه. وقتی که ایشون میگه که خدا به مردم ایران لطف کرده و رهبر دانشمند و دوربین و اندیشمندی مثل علی خامنه رو به این کشور داده، خب شما میدونید که در این مملکت چه خبره. بعد متوجه میشید که روس‌ها دارن در واقع یک طیفی از مدیران جامعه ایران رو خر میکنن. ببخشید این لغت بدی نیست ولی یک مفهوم خاصی داره. وقتی که سفروف میاد میگه که علی خامنه یک رهبر آسمانیه، شما باید متوجه بشید که پشت قضايا به چه ترتیبه. یا اینکه منتشر میکنن که پوتین گفته که، یعنی اینقدر روابط این آقایون با پوتین روابط آسمانیه و اینقدر اینا روابط عاشقانه با هم دیگه دارن که توی همین روزنامه هاشون منتشر میکنن که فکر میکنم این رو حسین طائب گفته بود که پوتین گفته که چند تا مترجم خوب استخدام کنید. بعد گفتن برای چی مترجم که داری؟ مترجم فارسی. گفته نه، من مترجم های دقیق میخوام که صحبت های علی خامنه‌ای رو در جا برای من ترجمه کنن. من میخوام مترجم هایی باشن که به سرعت، بیدرنگ، دقیق، لحظه‌ای و با لهجه ایرانی صحبت های علی خامنه‌ای رو در جا برای من منتقل کنن و ترجمه کنن. و بهش میگن آخه چرا اینی که همه منتقل میکنن، شما از خبرگزاری ها میگیرید؟ بعد میگه نه، علی خامنه ای دروغ نمیگوید، علی خامنه ای روی دنیا اثر میگذارد، علی خامنه ای خیلی سریع معادلات رو میبینه، آینده نگر، تکراری حرف نمیزنه. ببین اینا حرفایی که توی رسانه های سپاه منتشر میشه. واقعا دانشگاهی های ایرانی هم چی نظری نسبت به علی خامنه ای دارن؟ نمیدونم
آمریکایی ها اروپایی ها پنجی بلاوی چنین نظری رو علی خامنه ای دارن، یا واقعا روس ها دارن علی خامنه رو باد میکنن، علی خامنه رو دارن فریب میدن، در واقع خانوادهش رو، نمیدونم دفترش رو. خب اینا اتفاقا کمی نیست. یا اینکه وقتی که میاد میگه من وقتی که علی خامنه ای هر روزن من توی حسین طالب گفته، پوتین گفته من اولین کسی هستم میخوام که صحبت های خامنه ای بشنوم و این برای من خیلی مهمه. یا اینکه دوباره تبلیغ میکنن که پوتین از علی خامنه ای خواسته که بیان کمک کنن تا شیعه در مناطق قفقاز و آسیای میانه گسترش پیدا کنه. اینها واقعا حرفای بزرگ و خطرناکی شاید به نظر احمقانه میاد، ولی وقتی که حرفای احمقانه تکرار میشه شما باید خطش رو پیدا کنید و ببینید چه توطئه کشته شد. اما فقط تبلیغات نیست، شما شاهد این هستید که در واقع دورهای سرکوب، مدیریت بحران، سرکوب‌های خیابونی رو هم اینها رفتن در روسیه دیدن. 1392 سایت دیپلماسی نوشته بود اینها یه تیمی از بچه‌های سپاه رو فرستادن، پرسنل سپاه رو فرستادن تا کنترل شورش و بحران‌ها رو ببینن و یک ارتشی که می‌تواند بحران‌های شهر رو حل کنه اونجا تعلیم ببینن. یا اینها دورهای آدم کشی دیدن، چطوری میشه آدم رو کش، اصلا جا اثری باقی نمونه، توی پزشکی قانونی هیچی از توش در نیاره که این طرف چگونه کشته شده. این دورهای تعلیماتی خاصی که بعضی از کشورها و بعضی از دوستان و متحدان استراتژی خودشون ده. یک آقای علیرضا افشار هست که من قبلا دیده بودم توییتش رو و در جایی گفته بود و این در سال 88 بعدن اصلاح طلب میشه، از سپاه کنار گذاشته میشه و بازداشتش میکنن و به بازجوی خودش رو تهدید میکنه که میدونی من چه میتونم چه بلایی سر تو خانوادت بیارم. بعد میگه چطور؟ میگه میدونی من چه دوره هایی در روسیه دیدم؟ من دوره آدم کشی خاموش دیدم، یعنی که کسی رو بکشه که هیچ رد پایی ازش باقی نمونه، هیچ کس نتونه علتش رو ببینه و من میتونم این بلاها رو سر شما بیارم. خب ببین، نشون میده که این دوره ها رو این آقایون دیدن. اگر امروز اینقدر خونسر باتوم برقی، شوکر و میله آهنی رو دست لاتا و دست بسیجی ها میزن و اینها سر مردم رو هدف قرار میدن، اینها از یک جای دیگری یاد گرفتن و درس هم گرفتن و اینا موضوع کمی نیست. روس ها خیلی از قضایا رو مونیتور میکردن در ایران. شما اگر بخواید به سابقه روس ها به غیر از تحولات مشروطه که ما شهدا و آزادی خواهانی داشتیم که برای آزادی کشته شدن و در واقع مشاوره‌ای که محمد شاه از روس‌ها می‌گرفت و ضدیتی که از شیخ فضل الله نوری و اون مشروعه ملعونش دریافت می‌کرد، به توپ بستن نمی‌دونم حرم امام رضا، به توپ بستن مجلس، نمی‌دونم کشتن سور اسرافیل، جهانگیر خان، کشتن ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، سید محمد رضا مساوات، اینها رو که نگاه می‌کنی همه جا جای پای روس‌ها هست. اما من برای اینکه اثبات کنم که روس‌ها چگونه در همه جا حضور دارم و هیچ موقع غایب نبودم، شو به دو سه تا پرونده اشاره میکنم. یکی ماجرای سرلشکر مقربیه، ماجرای سعادتیه و یک نواری که علیزاده طباطبایی منتشر کرد. بهتره که از سرلشکر مقربی شروع کنم. ببینید، زمان شاه در هر حال ایران رو میگفتن ایالت 51 آمریکا. روابط استراتژیک ایران و غرب بسیار زیاده. ایران حتی در بعضی وقتا توی جنگ ویتنام نیرو میفرستاد، توی زوفار نیرو میفرستاد، هر موقع ارتش آمریکا احتیاج داشت همکاری‌های مانور داشتن، همکاری داشتن و در واقع ایران کاملا در بلوک غرب بود. خیلی طبیعیه که رقابت بلوک شرق و اتحاد شوروی رو هم باعث می‌شد. اما اتحاد شوروی هم یه نفوذهایی در ایران داشت و اون هم حزب توده بود که همیشه برای روس‌ها هم جاسوسی می‌کردن، هم خبرچینی می‌کردن، قبول داشتن، باور داشتن که مقصد اونجا، باور داشتن که پایتخت اونجاست. قلبشون برای روسیه و برای مسکو میزد و این حدیده که شما در معادلات سیاسی ایران، امنیتی ایران و در ارتش ایران اصلا شما نمیتونید ببینید. اینه که در هر حال حزب توده، کلن سازمان حزب توده و بعد اکثریتی ها و بعد تمام آدماشون که این روزها میان تو تلویزیون ها صحبت میکنن، اون خانم مشهوری که خیلی معروفه و خیلی منفوره و همچنین مدیران اکثریتی که میان تهش آخرش یه جورهای اوضاع رو خیلی بد نمیبینن و در واقع به دلیل اینکه منافع روزها رو میبینن تا منافع مردم ایران، همه اینها برمیگرده به نفوذ و لابی که روزها در ایران داشت و اون هم حزب توده هست.
سرلشکر مقربی در واقع از اعضای حزب توده بوده که قبل از انقلاب وقتی که حزب توده منحل شد و هوادارانش دستگیر شد متهم به عضویت در حزب توده بود، 7-8 ماه بازداشت بود اما سندی پیدا نکردن و ایشون آزاد شد، در ارتش ارتقا پیدا کرد و این فرصت رو داشت که تو این مدت 11 سالش رو با سفارت روسیه تماس بسیار نزدیک داشت. اسم رمزش مرد بود، در واقع معاون اداره پنجم ارتش بود، رئیس رکن پنج ارتش بود، تا اینکه و به نظر میرسه که CIA اداره هشتم ساواک که دستشون درد نکنه و ما میفهمیم الان چه چیزهایی رو از دست دادیم و به جاش چه چیزهایی رو گرفتیم. اداره هشتم ساواک در یک معادله متوجه یه روابط مشکوک میشن و پیگیری میکنن، میرسن به فعالیت‌های سرلشکر مقربی و در واقع آذر 56 یک سال قبل از انقلاب سرلشکر مقربی و یک نفر دیگر همراهش دستگیر میشن و محاکمه صحرایی خیلی سریع انجام میشه که دلیل داشت سرلشکر مقربی آذر ماه بازداشت شد و دی ماه اعدام شد، که من فکر میکنم چون اون زمان ایران دچار بحران سیاسی بود، غرب CIA و آمریکایی ها اصرار داشتن که هرچه زودتر مقربی اعدام بشه تا سرنخ روس ها در ایران کور بشه و موضوع این که ایران بعد از شاه حتما دست روس ها نرفته و تا اونجایی که امکان داره بتونن کانال روس ها رو کور بکنن خیلی مهم بود. اینه که مقربی چند ماهه محاکمه شد و اعدام شد. روس ها همیشه در این اندیشه بودن که چه کانالی و چه اتفاقی باعث شده که سرلشکر مقربی بازداشت بشه. موضوع چگونگی بازداشت سرلشکر مقربی یکی از ابهامات بسیار جدی و اساسی توی کاگبه بود که همیشه دنبال این پرونده محاکمه و بازجویی ها از مقربی بودن و اینکه ببینن مقربی از کجا لو رفته، به دلیلی که مقربی انگلیسی میدونست، دوره های ویژه رو در آمریکا دیده بود، در واقع یک ارتشی معمولی نبود، توی سطوح بسیار بالای ارتش رفت آمد داشت، پست داشت، سفرهای خارجی از طرف ارتش ایران میرفت، خریدهای تسلیحاتی میکرد، خریدهای نظامی داشت، یعنی به تاپ ترین اسناد تاپ سیکرت در واقع ایران، ارتش شاهنشاهی ایران، نمیدونم امنیتی ها، رکن اش، همه اینها اطلاع داشت. و اینی که چطور این آدم سوخته و چطور روس ها بی ابزار شدن در ارتش ایران موضوع مهم بود و همیشه دنبال این بودن که چه شد که این مهره بسیار بسیار مهم و ریزایدنت مقیم در ایران سوخته. اینه که وقتی که انقلاب شد، بعد از انقلاب سازمان مجاهدین خلق و فدایان خلق، همه سازمان ها یه جوری به دلیل اون نگرش شرق و غربی که داشتن، همه اینها یه جورهای ضد امپریالیست بودن، در نتیجه متنفر از آمریکا و در نتیجه همشون یه جورهای عاشق روسیه بودن. روس ها هم به اونها سرویس خدمات میدادن و اینها با همه سازمان های چپ با روس ها روابطی داشتن، به خصوص سازمان چریکای فدای خلق، حزب توده، که روابطشون با روس ها کاملا شفاف بود و اصلا پنهان هم نمی کردن. اما سازمان مجاهدین خلق هم بود. در این روند تقریبا همون ماه های اول انقلاب، سعادتی در شرایطی بازداشت شد که ظاهرا داشت با یک دبیر اول سفارت شوروی در تهران ملاقاتی داشت. در همون جریان ملاقات در واقع بازداشت شد و بعدن اعلام شد که سعادتی در حال واگذاری پرونده محاکمه و بازجویی همون سرلشکر مقربی بوده. سازمان مجاهدین خلق از روس‌ها خواسته بوده بهش میکروفون بده، نمیدونم دستگاه‌های عکس‌برداری دقیق بده، دستگاه‌های جاسوسی و شنود خیلی ظریف بده، در قبالش اونها هم حتی اسلحه و پول و این چیزا، و این هم در قبالش سرویس خدماتی رو میدادن، در حال همه اون موقع ضد آمریکایی بودن، ضد امپریالیست بودن و میگفتن که روس‌ها به مبارزات ضد امپریالیستی ما کمک میکنن. اتفاقا سعادتی دستگیر شد و مشخص شد که آنچه که قرار به روزها وعده داده بودن این بود که 50 صفحه از بازجویی ها و پرونده مقربی رو قرار بود به روزها داده شد و روزها چنین ریسک بزرگی رو کرده و در حال این اتفاق افتاد. ماجرای سرلشکر مقربی و همچنین سعادتی حاکی از اینه که چقدر روزها در ایران هم نفوذ دارن و هم مواظب مراقب کانال های خودشون بودن. آقای
طباطبایی، اون علیزاده طباطبایی که دوست نزدیک خانواده رفسنجانی هست و وکیل خانواده رفسنجانی و به نظر میرسه رفیق فابریک رفسنجانی هم هست، ایشون یک ویدئویی در چند سال پیش منتشر کرد که در این ویدئو که اخبار و یه تحلیل های تاریخی هست، یه جوری فکر کنم اسمش حافظه تاریخیه، و میگه که در اون ویدئوی جنجالی میگه که روس ها پشت همه قضایای سال 57 و 58 بودن. علیزاده طباطبایی میگه که در واقع روس ها باعث سه دوره تصفیه در ارتش ایران شدن. به گفته علیزاده که من اعتقاد دارم این اطلاعات رو از هاشمی رفسنجانی گرفته بود، هرچند که سازمان اسناد انقلاب سلیمان اومد حرفاش رو تکذیب کرد و انکار کرد، اما استدلالش به نظر من با توضیحی که من میدارم کاملا درسته. به هر جهت با نقشه از پیش تعیین شده من اعتقاد دارم توده‌ای ها بزرگترین ضربه رو خورد. یعنی از دوران انقلاب که شعار تندی تو گروه های چپ که خب ریشه در تفکر روس ها داشتن، چون روس ها دشمنی خاصی با ارتش ایران داشتن، علتش این بود که از ارتش ایران ضربه خورده بودن. تو عمان جنگ ظفار ارتش ایران بود که شریک های ظفار رو سرکوب کرد. یعنی روس مورد حمایت روس ها بودن. آره دیگه، روس ها اگر هنوز عمان و سلطان نشین عمان خودش مدیون ارتش ایران میدونه و هنوز رابطه دوستانه‌ای که داریم ریشه در همون سرکوب چریکهای ظفار داره. اگر چریکهای ظفار اونجا مسلط شده بودن که اگر نبود قدرت ارتش ایران قطعا مسلط میشدن، روسیه راحت دسترسی به آبهای خلیج فارس پیدا میکرد و تو کل منطقه مسلط میشد. خب یه چنین ضربه شستی از ارتش خورده بودن. یک ضربه شست هم 21 آذر، البته اون با حمایت امریکا که روسا رو از آذربایجان بیرون کردن. به هر جهت وقتی که ترومن اولتیماتوم داد به روسا که بایستی از خاک ایران بعد از جنگ دوم برید بیرون، این ارتش ایران بود که رفت و آذربایجان رو از اون گروه های به اصطلاح جدایی طلب تخلیه کرد. ارتش در دهه 50 نیروهای زیادی رو تربیت کرده بود، افسران شایسته‌ای داشت، به خصوص تو ستاد بزرگ ارتشداران، تو نیروی زمینی، تو نیروی هوایی. اینا آدمایی بودن که بالاترین آموزش‌های نظامی روز دنیا رو هم تمتراز با افسران انگلیسی امریکایی طی کرده بودن. خب یک سال کشور درگیر حکومت نظامی بود و خب تو حکومت نظامی تقریبا همه افسرهای نیروزمینی درگیر بودن. وقتی انقلاب به پیروزی میرسه، یک دیدگاه، یک تفکری که بیان و ارزیابی کنن که خب چه کسانی بایستی باشون برخورد بشه، محاکم بشن، وجود نداشت. این شاید عده‌ای مثل خود ماها که بچه های انجمن اسلامی بودیم دیدگاه های تند و انقلابی داشتیم و میگفتیم که ارتش باید پاکسازی بشه. یعنی اون جرقه یک... تصفیه هایی که اول انقلاب شکل یک پاکسازی وحشتناکی شروع شد، به خصوص اون سال 58 که سال آزادی بدون مرز، یعنی هرج و مرج حاکم بود. همه گروه ها اومدن، ارتشی که واقعا از نظر نفوذ گروه ها به شدت کنترل شده بود. تو چنین جمعی وقتی انقلاب شد، تیم های پاکسازی شروع کردن. از نزدیک 30,000 نفر پرسنل نیروی هوایی 14,000 نفر تصفیه شدن. تو ارتش نیروی زمینی هم همینطور شد. تمام افسران شایسته، تمام کسانی که دوره های پیشرفته نظامی رو دیده بودن، از رده سرتیپ به بالا که همه پاکسازی شدن، اخراج شدن. و شما اعتقاد دارین این با اون دست پشت پرده روسیه بود؟ دست پشت پرده روسیه بود. این ارتش بایستی از تمام نیروهای متخصص خالی میشد تا طرحی که روسا داشتن اجرا بشه. ببینین، اول این پاکسازی حکومت نظامی شروع شد، بعد پاکسازی گروهک ها شروع شد، بعد کودتایی رو طراحی کردن که طراح کودتا روسا بودن. کمیته‌ای که برای خونسازسازی کودتا تشکیل شد روسا تشکیل دادن و خودشون آدم ها رو دستگیر کردن و اعدام کردن.
سرتیپ نهاوندیان که فرمانده حفاظت اطلاعات ارتش بود اینو نقل کرد، چون من خودم تو ستاد خنثی‌سازی کودتا بودم. سرتیپ نهاوندیان میگفت در سال 59 قبل از چند ماه قبل از شروع جنگ بود این قضیه، گفت یک روز از دفتر آقای بنی صدر، دفتر سرهنگ حاتمی که معاون مثلا مشاور نظامی آقای بنی صدر بود، تماس گرفتن که فوری یک افسر اطلاعاتی بفرستین اینجا. سرهنگ فکوری فرمانده نیروی هوایی بود و سرهنگ معین‌پور رئیس حفاظت اطلاعات نیروی هوایی بود. گفت سرهنگ معین‌پور منو انتخاب کرد فرستاد، گفت من ستون یکم بودم. گفت رفتم اونجا دیدم دفتر سرهنگ حاتمی، آقایی به نام آقای خراسانی که از مرکزیت حزب توده بود و یک جوان به نام مجید شمال که از بچه های چریکای فدایی بود حضور داشتن. گفتن کودتایی در جریانه که ما کشف کردیم، لیست تمام آدم هاشو داریم، باید یک ستادی تشکیل بشه برای خونساسازی کودتا و آدم های اصلی ستاد خونساسازی رو همون آقای خراسانی که عضو مرکزیت حزب توده بود انتخاب کرد. مجید شمال شد عضو ستاد خونساسازی، اون یکی که فرمی مسعود کشمیری شد رئیس ستاد خونساسازی که از نفوذی های مجاهدین خلق بود و ستاد خونساسازی در اداره دوم ستاد مشترک تشکیل شد. در واقع توطئه اینجوری بود، یعنی یک کسی میومد. علیزاده طباطبایی میگه که بعد از پیروزی انقلاب همه فرمانده های ارشد ارتش ایران اعدام شدن که حزب توده در این روند بسیار موثر بود. بعدش اومدن به بهانه اینکه اینها گروهکی بودن، یک طیف دیگه از متخصصین و افسران ارشد ارتش ایران رو بازداشت کردن و خیلی خیلی ها اخراج شدن و مرخص شدن. یک ضربه دیگری به ارتش ایران وارد شد و ضربه سوم، خیلی ها معتقد بودن، هنوز هم معتقد هستن و علیزاده طباطبایی میگه که اون کودتای فیک و ساختگی نوژه که یک کودتا طراحی شد، هدف این بود که خلبانهای ایرانی، افسران ارشد ایرانی، اونهایی که مربیهای ارشد ارتش ایران بودن، دورهای گران قیمت و لوکس و بسیار استراتژیک در آمریکا دیده بودن، هدف این بود که با برگزاری با توطئه کودتای نوژه همه اینها حذف بشن و همین اتفاق افتاد. صحبت کردن در مورد کودتای نوژه بسیار مشکله، به خصوص اگر قرار باشه ما یه طورهایی ربطش بدیم به روسیه یا ببینیم حزب توده یا مثلا کاگبه چه نقشی در اون داشته. همونطور که خدمتتون گفتم، در حال این احتمال و این تئوری وجود داره که روس‌ها هم دستی و نقشی در این کودتا داشتن. حداقل این بود که روس‌ها به بنی صدر اطلاع داده بودن. خبری هست که نمیدونم که کاگبه به حزب توده به کیانوری اطلاع میده و اونها هم عمویون اطلاع طی نامه‌ای سر به مهری به بنی صدر اطلاع میدن. البته خیلی ها معتقدن که اولین نفری هستن این کودتا رو کشف کردن. خامنه‌ای یه روایت داره، سعید حجاریان یه روایت داره، بنی صدر، نمیدونم هاشمی رفسنجانی، ری شهری، همه اینها یه چیزی دارن که میگن که ما چجوری در جریان کودتا قرار گرفتیم، به دلیل اینکه مسئله و موضوع بسیار مهم بود. اما در هر حال نقش روسا در این کودتا این بوده که حداقل و حداقلش اینه که روسا بنی صدر میگه که کودتا رو برای ما مطرح کردن. اما یک اتفاقی هست که نشون میده که ماجرای دخالت نقش روسا فقط افشای کودتا نیست، بلکه ممکنه دستهای دیسک دیگری هم داشته باشن. سند من صحبت آقای حسن اعتمادی هست، فعال سیاسی در استکهلم، که ایشون برای من یک بار نقد کرده بودن، اما الان خاطره‌ای که ایشون داشتن برای من گفته بودن خیلی اهمیت پیدا کرده. اون سالهای اول انقلاب یه انتشارات کاویان بود که کتابهای دکتر شریعتی رو با جلد سفید چاپ میگن و پول زیادی در می آورد. مدیر این انتشارات کاویان علی بورناک بود که اینها گرایشات توده‌ای داشتن، بعد مدتی هم بازداشت بودن و توی زندان هم با توده‌ای ها ارتباطات زیادی داشتن. آقای حسن اعتمادی اونجا میرفته و در واقع نشریه رهایی زن رو رهایی رو چند تا شماره هاش اونجا منتشر میکردن. بعضی وقت هم در جریان کار چاپ و کاغذ و اینها، کارهای چاپ اینها با هم دیگه ارتباطات داشتن. توی رفت و آمد هایی آقای حسن اعتمادی به گرده و جمع دوستانشون بچه های چپ توی انتشارات کاویان میرفته، یک آقایی بوده به نام جوزف
این آقای جوزف یه مرد تقریباً 85-86 ساله بسیار سالم و توانمند و قد بلند بوده که روس بوده و خودش تعریف میکرده که مهندس معدن در روسیه زیاد کار کرده بوده. استالین سنش طوری بوده که استالین اون رو فرستاده بوده فرانسه تا تحصیلات معدنش رو تکمیل بکنه. این آقای جوزف و حسن اعتمادی با هم زیاد آشنا میشن. بعد این آقای جوزف زیاد به حسن اعتمادی نزدیک میشه، یکی دو بار نهار میکنن. بعد جوزف به حسن اعتمادی میگه که من میخوام تو رو با یک نفر آشنا کنم، با یک نفر آشنا کنم که میتونه که تو برای اون خیلی جالب خواهی. بعد یک قرار نهار دیگری با یک آقای با یک پژو سبز میاد، یا آقای 65-6 ساله که ظاهرا معاون وزیر دارایی وزارت دارایی بوده و استاد دانشگاه بوده، آدم بسیار واردی بوده و به نظر میرسه که یک ارتباطات بسیار جدیتر از جوزف با روس‌ها داشته. این همطور که خدمتتون گفتم این جوزف و این برادران بورناک که صاحب انتشارات کاویون بودن وقتی که زندان بودن با این جوزف آشنا شدن و این جوزف به اتهام جاسوسی برای روس‌ها در زندان دستگیر شده بود و در زندان بوده. وقتی که میگه من میخوام با یه نفر جدیدی شما رو معرفی کنم، حسن اعتمادی رو آشنا کنه، با این آقای جدیدی که آشنا میشه، این به نظر میرسه که یک جورهای یک توری هم برای حسن اعتمادی بوده و میخواستن یک کمکهایی و ازش بگیرن و از تجربیاتش استفاده کنن. تا اینکه یک روزی بعد قرار هم میذارن دیگه توی ساختمون هم صحبت نکنن زیر سقف و توی ماشین صحبت کنن. اولین عید نوروز بعد از انقلاب این آقای جوزف به حسن اعتمادی میگه که بریم به دیدن همین آقایی که اسمش رو ما نتونستیم پیدا کنیم چون مال خیلی وقت پیشه. میرن به منزل خیابون فرشته، خونه اشرافی بسیار گران قیمت و لوکسی بوده. بعد اونجا به رسم عید دیدنی اون آقایی که صاحب خونه بوده و با به حسن اعتمادی به عنوان ایدی توی بشقاب 5 سکه پهلوی تمام پهلوی میاره به حسن اعتمادی میده و حسن اعتمادی نمیگیره، اما میگه که دیگه رسم باید بگیره. اما معلوم بوده که یک پروژه‌ای بوده. بعد به اعتمادی میگه که من یه کار خصوصی با تو دارم. جوزف میره بیرون. این آقایی که صاحب خونه بوده به حسن اعتمادی میگه که میدونم تو فعال سیاسی هستی، توی گروهتون که در واقع گروه وحدت کمونیستی هست، اینا دوستان شما تجربه کارهای نظامی دارن، به نیروهاتون کار نظامی انجام دادن، من یک کتابی نوشتم به نام کتاب سبز، بعد داریم یه کار سیاسی انجام میدیم و ما میخوام که از نیروهای شما استفاده کنیم، من میخوام شما با تشکیلاتتون صحبت کنید و تشکیلاتتون آیا میتونن به ما کمک کنن، ما شما نمیدونم تجربیات نظامی دارید، به اسلحه و اینها دسترسی دارید، آیا میتونید کمک کنید، ما میخوایم یک کاری انجام بدیم، به چیز شبیه کودتا میخوایم انجام بدیم و میخوایم از کمک شما استفاده کنیم، شما با مسئولت یا مسئولین تشکیلاتتون صحبت کن تا و نتیجهش رو به من بده. بعد حسن اعتمادی هم میگه من 5-6 روز دیگه خبر این جریان رو بهتون میدم، بعد از اینکه با مسئولان تشکیلات صحبت کردم. بعد جالب بوده که حسن اعتمادی تو تشکیلاتشون از کسانی بوده که گرایش ضد حزب توده داشته و موافق حزب توده نبوده. وقتی که با مسئولانشون صحبت میکنه، اون مسئولان این آقایی رو که حسن اعتمادی دیده بوده میشناخته و یک جورهای یک هماهنگی شده بوده که حسن اعتمادی من نمیدونم چطوری بوده، اما در هر حال اون آقایی که ما خونش رفتیم روز عید خیلی از بچه‌های تشکیلات اینها رو میشناخت. در هر حال حسن اعتمادی میگه وقتی که من دیدم که واقعا یک جریان کودتایی هست و یک جریان نفوذ روس هاست و حتما میتونه جریان خیلی خطرناکی بشه، به اون به صاحب انتشارات کاویان زنگ میزنه، میگه که من دیگه اصلا اونجا نمیام، به جوزف هم بگو که حسن اعتمادی اصلا رفته خارج، ارتباطم با اینها کاملا قطع کردم. در حال این چیزی که حسن اعتمادی نقل میکنه که یک مقام ارشد روس که احتمالا توده‌ای بوده یا احتمالا از افراد نزدیک سفارت روسیه بوده، وقتی که میگه خودش به زبان میاره ما میخوایم یک کودتایی انجام بدیم، میخوایم علیه این رژیم کاری انجام بدیم و احتیاج به نیروهای مسلح شما داریم و احتیاج به تجربه نظامی شما داریم، همون اتفاقی که بعدش کودتای نوژه انجام شد، لو رفت و تعداد زیادی آدم اعدام شدن، از فرماندهان و افسران ارشد ارتش اعدام شدن. خب این نشون میده که این سند و این گفته نشون میده که جای پای روس ها
و البته حزب توده. در کودتای نوجه فقط نیست که اطلاع دادن به بنی سعد، یک روابط دیگری هم داره، یک اتفاقات دیگری افتاده که ما هنوز نمیدونیم چیه. ببینید یکی از دقیق ترین تحقیقاتی که در مورد کودتای نوجه انجام شده یک آقای استاد دانشگاه لوئیزیانا هست، اسمش مارک گازیو روسکی هست، که گزارش مفصلی داره. اونهایی که از کودتا جان سالم به در بردن، در ایران بودن بعد به خارج اومدن، با همه اینها صحبت کرده و اینطوری میشه یه جوری دقیق فهمید که چه اتفاقی افتاده. اما در هر حال به نظر میرسه که ماجرای دخالت روس‌ها، اگر شما امروز حضور روس‌ها رو در همه جا می‌بینید، قطعاً جای پای روس‌ها رو در کودتای نوژه هم یک جاهایی باید حضور داشته باشه. شاید هم واقعاً اونجوری که علیزاده طباطبایی میگه که این پروژه اصلا پروژه روس‌ها بوده، نه پروژه دیگری. یک نوار صوتی من از یک بچه‌های سپاه گوش دادم، برای دورهای تعلیماتی رفته بودن روسیه، بعد میگه که روس‌ها به ما میگفتن که اگر شما یک عملیاتی انجام میدید، فقط نباید مرحله اول و دوم و سوم عملیات رو محاسبه کنید و پیش بینی کنید، شما باید تا مرحله دهم رو بتوانید پیش بینی کنید. و این تعلیماتیه که تعلیمات دست چندمی که حداقل فقط به بچهای سپاهی ایرانی میدادن. اما خودشون با چه دقت و با چه تجربه و با چه اطلاعاتی چه عملیاتی رو انجام میدن، کی رو میبرن و چه کسانی رو میارن و چگونه در معادلات قدرت در کشورهای مثل ایران دخالت میکنن، این موضوعی که نشون میده که واقعا جریان کودتای نوژه جریان بسیار پیچیده ای بود. حال باید ببینیم این مقاومتی که این آقایون دارن میکنن علیه مردم، سفارت روسیه در این هدایت این آقایون در مقاومت سرکوب مردم چقدر میتونه نقش داشته باشه. روس‌ها اساسا خیلی خوش و خیلی خشن و خیلی یک جورهای بیرحم هستن. اگر مربی و معلم امنیتی های ایران روس ها باشن، قطعا گرایشات آدم کشانه قوی به اونها تعلیم خواهند داد و منتقل خواهند کرد. برای اینکه شما بدونید روس ها بحران های خودشون رو چطوری مدیریت میکنن، منیج میکنن، در نتیجه اونهایی که میرن در روسیه دوره میبینن چه تربیت هایی شما میگیرن، شما باید به سابقه قتل و آدم کشی هایی که در تاریخ معاصر روسیه توی 100 سال گذشته انجام شده حتما بهش توجه داشته باشید. ببینید ظهور و بروز کسی مثل استالین که میلیون ها نفر از روس ها رو در اردوگاه های کار اجباری و در مزارع و مزارع نمیدونم مشترک کشت و گفته میشه حدود 20 تا 25 میلیون روس کشته شدن به این ترتیب، این اصلا اتفاق ساده ای نیست. این فرهنگ و در واقع طبیعت روسی آدم ها رو اینجوری میکنه. حالا بقیهش بماند، شما میبینید که در جریان دوران استالین اینها موجهای متعدد تصفیه را میداختن، توی موج نمیدونم چینی ها رو میگرفتن، توی موج ایرانی ها رو، لیتوانی ها رو، یونانی ها رو میگرفتن، توی یک موج تصفیه اینا 350 هزار نفر رو دستگیر کردن، از این 350 هزار نفر 240 هزار نفر اعدام شدن و این واقعا فاجعه ای که فقط در کشور کمونیستی و در نظام های ایدئولوژیک ممکن اتفاق بیفته. اون آخوند ابلهی که گفته بود اگر لازم شد ما به وصایای حضرت پیامبر عمل میکنیم و با مردم برخورد خواهیم کرد، همون کاری که 1400 سال پیش کردیم الان انجام میدیم، در واقع میشود گفت که یه جورهایی سرش در کدوم آخر قرار داره. اگر قرار بشه که در روسیه 350 هزار نفر رو دستگیر کنن و 240 هزار نفرشون اعدام بشون، میشود که اینها نظرات آخوندها و امنیتی های روسیه خیلی به همدیگه نزدیک هستن. و اگر شما توی سوابق روس ها دارید که حتی از کمونیست های ایرانی کم اعدام نکردن، این کمیته بعد از سقوط اتحاد شوروی یا همون حوالی کنگره 20 حزب کمونیست شوروی به حزب توده اطلاع دادن که اینها 150 نفر کمونیست های ایرانی رو اعدام کردن، اون کمونیست های ایرانی که ایران رو ترک کرده و یه فرار کرده بودن میرفتن روسیه و بعد اونجا به دلایل جذب سیستم میشدن، چون در واقع همه فکر میکردن شوروی مادر اصلی شورویه دیگه، مادر اصلی تهران نیست، ایران نیست، مادر اصلی مسکوست و اینا هر کاری برای اتحاد جمهوری شوروی میکردن. اما فضای اونها بسیار خشنتر از اونی بود که ایرانها انتظار داشتن.
بعد حزب کمونیست شوروی به حزب توده اطلاعات که 150 نفر از کمونیست‌های ایرانی در روسیه اعدام شدن و توی دوران استالین اعدام شد. از کسانی که از ایران فرار کردند بر اساس اون کتابی که هست خانه دایی یوسف، هر کسی که فرار میکرد به عشق روسیه وارد شوروی میشد، اما نمیدونست که وارد چاله بزرگتر شد. بعد اینه که حدود 150 نفر از کمونیست‌های ایرانی به اتهام جاسوسی برای ایران، به اتهام جاسوسی برای انگلیس، به اتهام اینکه اینا تروتسکیست شدن و اینها رو اعدام کردن و اتهام‌های خنده‌داری هم بعضی وقت بهشون وارد می‌شد که اینها توطئه می‌کردن برای اینکه آب و نان مردم روسیه رو مسموم کنن. در هر حال این اعدام 150 نفر کسی که پناهنده سیاسی بود در روسیه، تنها پناهنده ایرانی، اتفاق کمی نیست. اما من یک مورد، دو مورد دیگر رو هم شما باید در نظر داشته باشید که بدونید که روس‌ها چگونه رفتار میکنن، با خودشون چه کار میکنن که با دیگران چه کار خواهند کرد. ببینید در جریان اوائل جنگ جهانی دوم 1940 یک فاجعه هست به نام فاجعه جنگل کاتین. استالین حدود با یک گروه 22 هزار نفری از افسران لهستانی رو دستشون مونده بود که اینا رو نمیتونستن چیکار کنن، نمیتونستن اینها رو برگردونن، نمیتونستن جمعشون کنن. در نتیجه این آقای استالین و اون بریا رئیس تشکیلات امنیتی حزب کمونیست تصمیم گرفتن که این 22 هزار نفر رو کشتن و مثل آب خوردن 22 هزار نفر افسران لهستانی که توش دگرندیش و نیروی انتظامی و آدمای غیر نظامی هم بود، همه اینها رو اعدام کردن و در جنگل کاتین دفن کردن. این فاجعه ای که حزب کمونیست شوروی به بار آورد. اما یکم این برتر بیایید، اون نگاه روس‌ها به قضایات و تا همین اواخر هم ادامه داره. ببینید در جریان جنگ چچن، وقتی که چچن‌ها با مسکو و مرکز اختلاف داشتن، مسئله داشتن حدود 20 سال پیش، حملاتی که نیروی هوایی روسیه به گروزنی مرکز چچن میکرد تقریبا گروزنی رو با خاک یکسان کردن. یعنی اصلا روس‌ها رحم و هیچ انسانیتی حالشون نمیشه. وقتی که سرکوب میکنن با تمام نیرو سرکوب میکنن و تنها چیزی که براشون مهم نیست مسئله انسانیت، نمیدونم اسیر رعایت حقوق بشر و اینها، هیچ کدوم برای اونها اصلا مطرح نیست. یک مورد من برای شما نقل میکنم. یک گروگانگیری در سال 2002 اتفاق افتاد در مسکو. همین چچن ها که در واقع درگیر جنگ خونین با روسیه بودن و روس ها بمباران های خونینی از گروزنی و شهرهای چچن انجام میداد، اینا اومدن 40 50 نفر از چچن ها یک تئاتر مسکو رو اشغال کردن و حدود 850 نفر رو گروگان گرفتن. مدل بحران مدیریتی که روس‌ها ارائه میدن برای اینکه وقتی که یک تئاتر به دست 40 50 نفر گروگانگیر افتاده و 850 نفر گروگان وجود داره چه کار میشه کرد، و مدلی که روس‌ها بحران رو حل میکنن اینه که از کانال کولر، کانال هواکشا، یک گاز بیهوش کننده رو فرستادن از برای اینکه گروگانگیری پایان بدن. بعد با مدل مدیریت بحران روس‌ها حدود 120 130 نفر از گروگان‌ها کشته شدند، 45 حدود 40 نفر از گروگانگیرها هم کشته شدند. بعضی از اون کسانی که بیهوش شدن، یعنی گازی که فرستادن تمام گاز مشهوری هستند و اینطوری قضایا رو جمع کردن. اما همین منجر به کشته شدن 129 گروگان و حدود 40 تا از گروگانگیرها تا مسئله خاتمه پیدا کرد. خب وقتی که این روانشناسی روس‌ها رو ما نگاه می‌کنیم و وقتی که روابط استراتژی گرم و صمیمیشون رو با دفتر خامنه‌ای می‌بینیم، با سپاهی‌ها می‌بینیم، دوره‌های آموزشی که سپاهی‌ها و امنیتی‌ها در روسیه دیدن و نه در هیچ جای دیگه، با این موضوع که من در پرانتز بگم که در واقع جمهوری اسلامی در الان به غیر از روسیه و به غیر از عراق و گفته میشه تا حدودی دبی و قطر با هیچ کشور دیگری ارتباط چندانی نداره، یعنی بیشترین ارتباطش با این کشور هست، اما بیرو درواسی ترین روابطی که داره با روس هاست. اگر روابطشون با روس ها این دوره های تعلیماتی دیدن، دوره های امنیتی دیدن، پس میشود گفت که جمهوری اسلامی با تکیه بر راهکار روس هاست که این کشتارها رو دارن انجام میدن. با
امنیتی که از روس‌ها میگیرن و فکر میکنن روس‌ها پشتشون وای میسن، اینطوری مردم رو تو خیابونی میزنن. روس‌ها بهشون میگن که کوتاه نیاید، روس‌ها بهشون میگن که تا میتونید مردم رو بزنید مردم میترسن و به خونه هاشون برمیگردن. اما وقتی که تجربه کشورهای اروپای شرقی رو نگاه میکنیم، تک تک اونها که از روس‌ها متنفر هستن، کشورهای اروپای شرقی، اونها همین سرکوب‌هایی که امروز شما در تهران شاهد هستید، همه اونها در دوران‌های مختلف این کشورها دیدن، چه اسلوواکی، رومانی، همه اونها و در واقع ارتش کشورهای بلوک شرق یه جورهای زایده ارتش شوروی بود. هر اعتراضی رو سرکوب می‌کردن، هر سازماندهی رو از هم می‌پاشوندن، هیچ حزب و تشکیلات هیچ چیزی رو نمی‌پذیرفتن و در واقع یک دلیلی که همه این کشورها علیه شوروی قیام کردن، جدا شدن و اینها حاضر نیستن اصلا نزدیک روسیه بشن، سوابق تاریخی که دارن. ما هم متأسفانه از این سوابق داریم. من هنوز اعتقاد دارم کاری که روس‌ها با ایران کردن بسیار بدتر از کاری که با اوکراین کردن. اوکراین یک هویت خاصی داره، یه زمانی اصلا بخشی از روسیه بوده، یه جورهای مسائل داخلی اوکراین و روسیه است، اما بلایی که بر سر ایران آوردن، به ویژه بلایی که بر سر ارتش ایران آوردن و این بلایی که بر سر کشور ما با مشاوره روس‌ها طی 44 سال در واقع ویرانی که بر کشور ما تحمیل شد، شاید پشتش آرزوهای نفتی و آرزوهای گازی روس‌ها باشه که اونها نمیخوان ایران هیچ موقع سر و سامان داشته باشه تا بتواند نفت و گازش رو به اروپا صادر کنه. همین حالی که نگاه میکنیم میبینیم که واقعا کاری که روس‌ها با ایرانی‌ها کردن از کاری که با اوکراینی‌ها کردن بسیار بهتر. اما این روس‌ها باقی نمونه. اگر روس‌ها در کشورهای بلوک شرق، در 7-8 کشور بلوک شرق، در لیتوانی، استونی، لاتفیا اگر پیروز شدن، در اینجا هم موفق خواهند شد. اگر تونستن چک‌ها رو و اسلوواک‌ها رو کنترل کنن، اینجا هم میتونن. اگر تونستن یوگسلاوی و رومانی رو کنترل کنن، کشورهای دیگر رو کنترل کنن، قطعاً اینجا رو هم کنترل خواهند کرد. اراده مردم وقتی که تصمیم میگیره که به آزادی برسه، وقتی که تصمیم میگیره که خودش مسائل خودش رو حل کنه، این اراده ای که هیچ تشکیلات امنیتی و نظامی نمیتونه مقابلش عرض اندام کنه و این اتفاقی که در ایران خواهد افتاد. به امید اینکه این آخوندهای نادان 22 بهمن رو نبینن. اگر 22 بهمن رو دیدن، امیدوارم که نوروز رو نبینن. اگر نوروز هم ندیدن، شما شک نکنید پیروز این مبارزه ما هستیم. مردم تصمیم گرفتن کشورشون دست خودشون باشه، مردم تصمیم گرفتن که آخوندهای جاهل رو بگذارن کنار و مسئله ایران بسیار جدیه. بارها گفتم که معادلات ایران معادلات دقیقا غرب خاورمیانه رو تغییر میده. اولین متضرر این قضایا روس‌ها خواهند بود، اولین تأثیرش روی بحران اوکراین خواهد بود و این اتفاق حتما خواهد افتاد. به امید پیروزی مردم ایران، مردم زیبای ایران، که به زودی اتفاق خواهد افتاد. شک نکنید که ما نه کوتاه میایم و نه اوضاع به 9 هفته قبل برمیگرده. هرگز این اتفاق نمیفته. ممنون و متشکرم. موفق باشید.